در این قسمت برنامه گفتگوی داریم با دکتر شیرین نوروی، بنیانگذار گروه خیریه حمایت خانواده که در رابطه با کمک به همیاری سالمندان لس آنجلس تأسیس شده. خانم نوروی همیشه در کارهای فرهنگی و خانواده قدم‌های بسیار مهمی رو برداشتن و سالها بود، بیش از شاید 15 سال که فعالیت فرهنگی داشتن با وجود کلاس‌های فارسی که واقعاً خیلی از دانش آموزان و دانشجویانی که زبان فارسی رو فرا گرفتن واقعاً با تشکر و یادگیری از معلم عزیزشون خانم شیرین نوروی بوده. دکتر نوروی رو امروز در استودیو داریم. خیلی بهتون خوش آمد میگم و خوشحال هستیم که میتونیم در خدمتتون باشیم. سلام عرض میکنم خانم سوزان خاتمی عزیز، سپاس فراوان از اینکه پذیرای ما شدید و خبرها خیلی خوبه، خیلی شاد کننده است و شما هم همیشه که خبرهای خوب رو دارین و ممنون هستم، قدردانم. خواهش میکنم. سوال اول من بعد از واقعا خوش آمد خدمت شما دکتر نوروی عزیز و خوشحال هستم که موقعیت دیگری شد که با هم صحبتی داشته باشیم، در حقیقت در مورد هدفهای سازمان خیریه حمایت خانواده است که لطف کنید برای بیننده های ما توضیح بفرمایید. خواهش میکنم قدردانم. سازمان خیریه حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ 4 سال تأسیس شده و اهداف ما در آغاز فقط کمک کردن به بانوان بود، ولی الان بسیار وسعت پیدا کرده و درست مثل یک چتری که چندین سازمان دیگر زیرش هست داریم کار میکنیم و حالا در کنار اون کمک به سالمندان هست، گروهی که داریم همدلی با سالمندان که توضیح میدم و گروه دیگه‌ای که کار میکنیم گروه زنان و مردان خشونت در خانواده است که به زودی به راه میفته، کم کم شروع کردیم و کمیته دیگه‌ای که داریم کاریابی برای زنان و مردان از طرف پرو فامیلی گروپ هستش. خانم عزیز، با تشکر از دکتر شیرین نوروی، سوال بعدم از حضورتون مطرح میکنم و اصلا دوست دارم بدونم که دکتر نوروی عزیز چی شد که شما اصلا کلن تصمیم به تأسیس این سازمان خیریه گرفتید؟ خیلی سوال جالبیه. اولین کسی هستید که دارید این سوال از من میکنید. من در یکی از برنامه های یکی از روانشناسان شنیدم خانومی زنگ زدند و دم از این زدن که ما زنان چقدر تنهاییم، ما بی کسیم، چقدر حرمت به نفسمون کمه و نمیتونیم به چیزی که دلمون میخواد برسیم و از عهده خیلی چیزا بر نمیایم. من یکم راستش بهم برخورد، گفتم خب نه بابا، همچین جورم نیسته، شما خیلی قدرت دارین، خیلی کارا رو میتونید بکنید، مثل اینکه در یک چراغ پر از نفته و یک کبریت لازم داره. مرسی از دکتر نوروی. سوال بعدم بیشتر در رابطه با این هست که حالا شما چطور این افراد رو شناسایی میکنید خانم دکتر نوروی، دوستانی که بتونن به سازمان حمایت خانواده بیان؟ بله، برخی از این دوستان رو که خب من در دفترم آشنا شدم، برخی از دوستان رو از طریق کلاس‌های زبان فارسی که شما خیلی لطف کردید، محبت کردید، گفتید، خیلی ها رو از اون طریق میشناسم که من بعد از این که با چند تا از این خانوم ها در دفترم آشنا بودن، سالمند بودن و مریض شدن و اولین کسی که افتاد زمین و لگن خاصرهشون شکست و به بیمارستان تارزانا رفتند، من رفتم عیادت این عزیز و متوجه شدم که چقدر این عزیزان تنها هستند، چقدر نیاز به مترجم دارن، چقدر نیاز به همدم دارن و ما میدونیم وقتی که از لحاظ روانی ناراحتیم و افسرده هستیم دردهامونم بیشتر میشه، اون قلب و اون سکته و زوال عقلی و آلزایمر و دمنزیان بیشتر شدید میشه. برای همین تصمیم گرفتم یه کاری بکنیم. چه کاری بکنیم؟ به دوستان زیادی تماس گرفتم، با عزیزان زیادی تماس گرفتم و دوستان راهنمایی کردن، تلفن‌ها شروع شد، داوطلبین آمدند و خواستند که کمک کنیم ما برای این عزیزان در هر ریهبی که هستن، نه در بیمارستان، ریهب قسمتی بین بیمارستان و منزل هستش، قرار شد برشون ماهواره‌های رنگی بگذاریم، تلویزیون بگذاریم، رادیو بگذاریم، تابلوهایی براشون درست بکنیم که نشون بدن چه نیازی دارن، آب میخوان، دارو میخوان تلفن کنن به نرسشون، با دکترشون، هر نیازی دارن رو برآوریم و بعدم حالا دیگه مترجم داریم، کم کم وضع مالیمو خوب شه، شما کمک کنید. الان رسیدیم به همون سوال بعدی من که
که چجور دوستان و سازمان‌های به هر حال هستن که خیرخواهانه کمک می‌کنن و دوستان چطور میتونن تماس بگیرن و کمک بکنن. سپاس فراوان. اول از همه از خودتون خانم سوزان خاتمی کمک می‌خوایم و بعد کاری که میتونن بکنن که کردن، مثلا مجله جوانان آگاهی‌های زیادی به دوستان رسوندن. بله، تلویزیون امید ایران آگاهی زیادی رسوندن، رادیو 670 همچنین، کلتکس خودشون خیلی کمک کردن، دوستان دیگه، سایت های دیگه، ایرانیان هاتلاین، کدوم دات کام و بقیه، آقای خلیلی، همه دارن کمک میکنن، فعلا آگاهی میدن که ما برنامه رو خواهیم داشت. بعد از اون انشالله خیلی کارهایی میتونیم بکنیم. فعلا داره از هزینه رو داریم خودمون اطرافیان و دوستان میپردازیم. برافو به شما دکتر نوروی عزیز. و ما داریم در مورد کمک به سالمندان و عزیزانی که واقعا مشکلاتی دارن صحبت میکنیم در خدمت دکتر نوروی. حالا این گروه چطور میتونن با شما تماس بگیرن؟ بیساید افرادی که فرمودین در آفیس میان، خب باشون از اون طریق آشنا میشین، به طور کلی چطور میتونن بقیه عزیزانی که ممکنه با شما دسترسی خصوصی نداشته باشن تماس بگیرن با سازمان؟ خیلی ممنون. ما میریم عزیزم، ما لیست تمام ریهب ها رو از آکسنارد پیدا کردیم تا لس آنجلس، بیورلی هیلز، گلندل، بربانک. خب من الان امید دارم به این که دوستان عزیز بیننده‌ای که این برنامه و گفتگوی من با دکتر نوروی رو نگاه می‌کنید، حتما ایده‌ای هستید که مایل هستید با این سازمان همکاری داشته باشید. خانم نوروی عزیز، دکتر نوروی، محبت کنید برای دوستان بفرمایید که چطور میتونن با سازمان خیریه تماس بگیرن و کمک رسانی داشته باشن. داوطلب. بله، سپاس فراوان. تلفنی است که اگر دوستان داشته باشن بگذارن اونجا، من اعلام کنم با اجازهتون. 818-344-6818 و سایت profamilygroup.com تشریف ببرن و این دو چیز رو من میدونم. ما یک آگاهی هستش که آوردیم، حتما دوستان میگذارن میبینن. دیداری از دوستان بوده در این مراکز که ویدیوش هست، حتما دوستان میبینن. تابلوها رو امیدوارم نشون بدن که بدونن که اگر از جاهای دیگه، ایالتهای دیگه هم خواستن اینا رو استفاده کنن، ساینها رو ما براشون از طریق اینترنت میفرستیم. چون خانم خاتمی از جاهای دیگه هم، ایالتهای دیگه هم به ما زنگ زدن و دارن میرن دیدن عزیزان و خودش خیلی خوبه. مگه خود بچه ها چقدر فرصت دارن؟ اینها واقعا ساعت های زیادی نیاز دارن که تنها نباشن. همین مادران و پدران عزیزی که هرگز ما رو تنها نمیگذاشتن وقتی ما کوچیک بودیم، صدا میکردیم، مامان حضور داشتن، حالا ما میخوایم حضور داشته باشیم. بنابراین میتونن به این طریق تماس بگیرن، ما هرچی که بلدیم بهشون میگیم، هرچی که میتونیم ایمیل میکنیم، هر اطلاعاتی داریم در خدمتشون هستیم و دیگه بستگی به خودشون عزیزان هستش. و اینکه از لحاظ اینکه اسپانسر برنامه‌ای که داریم بشن، پشتیبانی بکنن برای مخارج و غیره، خیلی خوبه. در ادامه گفتگو با دکتر نوروی هستیم، فاوندر گروه خیریه حمایت خانواده، که یک برنامه رو تدارک دارن میبینن برای یک شنبه 18 جولای در خانه فرهنگ و هنر ایران و دوست دارم که ازشون خواهش کنم الان برای ما در مورد این گردهمایی و این برنامه که تدارکات مفصلی رو براش الان مدت ها هست انجام دادن توضیحاتی رو خودشون بفرمه. دکتر نوروی جانم خیلی ممنون. بله، 18 جولای یک شنبه هستش، ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در شهر کنوگو پارک، که خانه در واقع مرکز خانه فرهنگ و هنر ایران هستش. طوری گذاشتیم خانم خاتمی که از 18 سال به بالا تا 99-100 سال بتونن تشریف بیارن. خیلی ازتون ممنونم دکتر نوروی، موفق باشید. خیلی متشکرم و حتما شما هم تشریف میارید و همیشه خانم خاتمی پشتیبان خیلی ها بوده، کمک خیلی کردیم به جامعه. ما هم دستمون رو طرف شما میاریم و ازتون میخواییم که پشتیبان ما باشید. با کمال میل هستم در خدمتتون. مرسی.